سرخط خبرها. بیش از 36,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان از دریافت بسته‌های غذایی محروم شده اند. سازمان ملل: قاچاق در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. گیر ماندن جنازه ها و مسافران در دو طرف ترخم قابل توجیه نیست. و در پایان قیام زنان در برابر طالبان. به نام خداوند بخشاینده مهربان به سرویس ادعاتی ما خوش آمدین. مشروع خبرها: طالبان گیر ماندن جنازه ها و مسافران در دو طرف ترخم قابل توجیه نیست. روزنامه اطلاعات روز می نویسد وزارت خارجه طالبان در واکنش به مسدود ماندن گذرگاه ترخم گفته است که گیر ماندن جنازه ها و شمار زیاد از مسافران در دو طرف این گذرگاه مرزی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این وزارت شب گذشته شنبه 18 سنباله با نشر اعلامیه گفته است که طالبان بستن دروازه ترخم از جانب پاکستان و شلیک بر نیروهای امنیتی افغان طالبان را اقدامات خلاف حسن همجواری می دانند. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که این گذرگاه سوی پاکستان پس از شلیک نظامیان آن کشور به نیروهای این گروه که در حال ترمیم یک پازگاه امنیتی بودند مسدود شد. این وزارت گفته است که این پازگاه امنیتی سالها قبل اعمار گردیده بود. وزارت خارجه طالبان افزوده است که بستن راه ترخم تجارت دو کشور را منطقه را متاثر می سازد و تجار عام دو طرف را می توان با ضرر تجاری و مالی مواجه ساخت. این وزارت با اشاره به حادثه حریق شدن یک لاری مملو از انجیر تاجران افغانستان که از طریق بندر واگر راهی هند بود گفته است که این لاری در نزدیکی پازگاه پلیس در ایالت بلوچستان به آتش کشیده شد که نگرانی و بی‌اعتمادی عمده را ایجاد کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت پاکستان در این اواخر صدها کانتینر اموال و ارادجات افغانستان را به بهانه فهرست حساس در بندر کراچی متوقف ساخته است. این وزارت گفته است که پاکستان برخلاف تعهدات قبلی، عرف حاکم و قوانین بین المللی بیشتر اوقات در بندر کراچی مشکلات ایجاد می کند و همزمان با رسیدن محصول زراعتی و میوه‌جات افغانستان دروازه ها را به بهانه های توجیه ناپذیر می بندد. وزارت خارجه طالبان گفته است که این کار نه تنها به تجارت افغانستان و پاکستان ضرر می رساند بلکه فاصله میان مردم و کشورهای برادر را افزایش می دهد و تجارت و ترانزیت همه منطقه را به مانع و متعلی روبرو می سازد. این وزارت بر حل مشکلات از راه تفاهم و گفتگوی دیپلماتیک تاکید کرده است. این در حال اتفاق می افتد که سازمان ملل: قاچاق در افغانستان به سرعت در حال افزایش است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که قاچاق متامافتایم در افغانستان و کشورهای اطراف آن به سرعت در حال افزایش است. این نهاد امروز یکشنبه 19 سنبله گزارش جدید خود را با عنوان درک تولید غیرقانونی متامافتایم در افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش 60 صفحه آمده است که مقدار سالانه متامافتایم کشف شده در افغانستان و کشورهای همسایان در 5 سال اخیر 12% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش مقدار سالانه متامفتاین کشف شده در سال 2017 میلادی در افغانستان و کشورهای همسایه‌اش 2.5 تن بود، اما این مقدار در سال 2021 میلادی به 29.7 تن افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده است که منشای متامفتاین کشف شده از کشورهای همسایه نیز افغانستان بود است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته است که در افغانستان مقدار متامفتاین کشف شده از کمتر از 100 کیلوگرم در سال 2019 به 2700 کیلوگرم در سال 2021 افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش سریع آن است. این نهاد گفته است که تولید غیرقانونی متامفتاین در افغانستان یک تهدید فزاینده است و تا اکنون این نوع مواد مخدر با منشای افغانستانی در نقاط مختلف جهان همانند اتحادیه اروپا، خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شرق آفریقا کشف شده است. در این گزارش آمده است که افزایش شدید کشف متامفتاین در افغانستان و کشورهای همسایه آن نشان می‌دهد که قاچاق این نوع مواد مخدر به سرعت در حال گسترش است و بازارهای غیرقانونی مواد مخدر را که به طور سنتی بر قاچاق مواد ایفیونی از افغانستان متمرکز است تغییر می‌دهد. بر اساس این گزارش بخش عمده ای از متامفتاین در افغانستان با استفاده از گیاهی به نام افدرا تولید می شود، اما گزارش افزوده است
که بعید به نظر می رسد که تولید این مواد مخدر در افغانستان تنها به این گیاه وابسته باشد. در این گزارش آمده است که قرص های سرماخوردگی عادی و مواد شیمیایی با درجه صنعتی برای تولید متامفتاین در افغانستان کارآمدتر و کم هزینه تر است و به همین دلیل تهدید بسیار بزرگتر به شمار می رود. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفته است که مواد شیمیایی که برای تولید متامفتاین استفاده می شود به طور قانونی در مقدار زیادی در منطقه تولید و خرید و فروش می شوند و می تواند برای تولید کنندگان متامفتاین قابل دسترسی باشد. این نهاد بر واکنش های مؤثر و هماهنگ منطقه‌ای برای جلوگیری از پیشتازهای شیمیایی تولید متامفتاین در افغانستان تأکید کرده است. در این گزارش آمده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و علاوه بر ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر از سوی گروه طالبان، قاچاق هیروئین همچنان ادامه یافته است. ملای بطالعه آخوندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان با صدور فرمان کشت تولید و قاچاق مواد مخدر را ممنوع کرده است. اما با وجود این، گزارش های متعددی از افزایش تولید انواع مواد مخدر در افغانستان خبر داده است. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که تحت کنترل طالبان تولید متامفتاین در افغانستان افزایش یافته است. همچنان این در حالی است که آمو تیوی می نویسد شماری از زنان معترض در ولایت های تخار و بدخشان با نشر نوارهای تصویری گفتند که در پشتیبانی از اعتصاب غذایی تمنازر یا پریانی خود آنان نیز دست به اعتصاب غذایی زدند. این زنان از جامعه جهانی میخواهند که به خواستهای زنان معترض در افغانستان رسیدگی شود. این در حال اتفاق میافتد که اوچا بیش از 36,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان از دریافت بسته های غذایی محروم شدند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که به دلیل شکاف شدید مالی برای کمک بشردوستانه به مردم افغانستان در سال جاری میلادی 36,600 کودک زیر 5 سال از دریافت بسته های غذایی محروم شدند. این نهاد امروز یکشنبه 19 سنباله با نشر پستی در پلتفرم اکس گفته است که این کودک برای بهبود تغذیه در ولایت هایی که دارای اولویت تشخیص داده شده بود از این بسته های غذایی استفاده می کردند. اوچا افزوده است که دسترسی بیش از 100,000 نفر دیگر به خدمات ابتدایی صحی و تغذیه نیز یا محدودیت یا قطع شده است. این نهاد هشدار داده که اگر کمبود بودجه برای کمک به مردم افغانستان ادامه یابد 173 مرکز سیار خدمات صحی و تغذیه مسدود خواهد شد که 70,200 کودک زیر 5 سال از آن متاثر خواهند شد. اوچا همچنین گفته است که دسترسی 1.8 میلیون نفر به خدمات تغذیه قطع خواهد شد که شامل 944,000 کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه متوسط و 521,934 کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه حاد می شوند. با آغاز نیمه دوم سال جاری میلادی، نهادهای بین‌المللی به صورت گسترده از کمبود بودجه بشردوستانه برای کمک رسانی به مردم افغانستان هشدار دارد. هفته گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرد که در ماه جاری میلادی به دلیل کمبود بودجه کمک غذایی به 2 میلیون نیازمند دیگر را قطع می کند. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.